میدونین چرا دست زدن دیگه؟ برای اینکه میخوام بچه محله امام رضا رو دعوت کنم. بچه محله امام رضای باصفای مشدی به افتخار حسن آقای عبدی عزیز. ارادت خیلی مثل آقا خوش اومدید. بفرمایید. بشینم من. نه یه چند دقیقه با هم یه گپی بزنیم. این حسن آقای عبدی از نازنینان روزگاره. خدمت همتون سلام عرض میکنم. سلام. خوبه؟ سلام. نه من آخه ترسیدم بیتر رو با لهجه مشهدی بگم، ممکنه غلط بگم. گفت موی که سر تا به پا غرق گنایم، به چه محله امام رضایم. درسته؟ بله. به افتخار حسن آقای عبدی. آقا این هنجره و این نفس چجوری تربیت پیدا کرده؟ فدای شما بشم. جدی دارم میگم. همش از برکت اینه که چند سالی تو دستگاه امام حسین بودیم بالاخره دیگه. سلام الله. تعزیه خون بودیم؟ بله من تعزیه خون هستم. الانم هستم. من ببینین من راجع به تعزیه و این آیین ملی خیلی حرف دارم. اما آقای عبدی شما نیشابور تعزیه دارین؟ بله. چه وقت؟ از اول محرم تا دهه آخره. یه تیکه کوتاه از موافق خونی تو برامون بخون. یه تیکه. سالها ماشاءالله ماشاءالله. اگر خسته جانی بگو یا حسین، یا حسین. اگر پرگناهی بگو یا حسین، یا حسین. اگر بی پناهی بگو یا حسین، یا حسین. اگر قعر چاهی بگو یا حسین، یا حسین. خلایق غلامش صغیر و کبیر، امیری حسین و نعم الله. بالاخره حسن آقا با امام رضا خیلی مأنوسه. شما خودت وقتی وارد حرم میشی با خانواده یا با دوستانت با رفقات یه نغمه آشنای همیشگی داری. برای امام رضا چی میخونی؟ برای دلت چی میخونی؟ خب سعادتیه که ما هم جوار و همسایه آقا امام رضا هستیم. به محض اینکه این سعادت رو پیدا میکنه وارد حرم میشیم، این قطعه رو من زیر لب زمزمه میکنم و خانواده‌ام که کنار من هستن گوش میکنن، حالی پیدا میکنیم. چیو؟ امین ای صفای قلب زارم. خب بخونی یه تیکشو برام. ای صفای قلب زارم، ای صفای قلب زارم، هر چه دارم از تو دارم، تا قیامت ای رضا جان سر ز خاکم بر ندارم. منم خاک درت، غلام و نوکرت، به
جان مادرت مرانم از درت علی موسی رضا علی موسی رضا علی موسی رضا غیر تو یاری ندارم با کسی کاری ندارم غیر تو کسی کاری ندارم گر برانی از درت من جای دیگر من ندارم تو خوبی من بدم به این در آمدم مکن آقا احسن. روح همه دل خاک خابیده ها شاد، همه امام رضایی ها، روح حاج رضای انصاریان هم شاد که این نغمه رو با صدای او خیلی شنیدیم. خادم آستان آقای ملائکه، بله آقای ملائکه، خدا انشالله بهش سلامتی بده. آقای عبدی، یه بارم شما برگه شعر تو حرم گم شده، قصه شو برای ما نگفتی، دوست داشتم بپرسم ازت، یادم رفت، اینجا بگو. صلاح هست من این مطلب؟ آره صلاح، چرا که نه. خب پس اجازه بدید من بشینم. بله بفرمایید. خدمتتون عرض شود که ما سر کارم بودیم که به من زنگ زدن از حرم آقا علی ابن مسترزا که میای یه مناجات برام بخونی. گفتم آقا الان ساعت 10 من تا بعد از ظهر تا شب شیر آماده کنم. خب خیلی هم دوست داشتم که این برنامه رو اونجا اجرا کنم، افتخاریه تو حرم آقا بخونی. گفتیم میایم آقا ولش کن، علالا میایم میخونیم. فقط سوال کردم اشکال نداره من از این متن میخونم؟ گفتن نه مانعی نداره. راهی مشهد شدیم و رفتیم وارد صحن آقا شدیم، چشمیم به جمعیت افتاد، رفتیم داخل استدیو، دیدیم آقا دکور و دکارسیون قشنگ مرتب دوربینا رو جا دادن. اونجا تازه ما فهمیدیم که برنامه هنوز زنده است. گفتیم یا خدا ما کار کنیم اینجا، آدمی که تا حالا جلو دوربین قرار نگرفته خدا به خیر کنه برنامه زنده کار کنیم. ما هیچ چی گفتم یا امام رضا به عنوان خودت. متن رو از جیبمون در آوردیم گذاشتیم روی میزمون، دیدی لیست خریده، شروع کردیم بخونه. بسم الله الرحمن الرحیم. باز از یاد تو در سوز و گداز آمده بگدار من خسته دلم
وسط کار آقا یه نسیمی اومد برگه ما رو برد. هوا زد چیز. ای بابا باد برگه رو برد آقا. گفتیم یا امام رضا تا اینجا درست شد، بقیه‌اش هم به خودت می‌سپاریم. تو ذهنم یه شعر اومد خوندم که هیچ تناسبی نه با اون شب داشت نه با این شعر ما داشت. شروع کردیم بخوندن همونو بخون. من مثال دوست را بی درد هجران گشودم چش خود را در خراسان یافتم، بی سر و پای چو من ای طالبان کیمیا. متن رو خوندیم و کار تمام شد. همیشه خدا پدر رو بگیم همیشه که تنکر رو روشن کرد. همیشه باد میاد حالت اینجوری میشه نه؟ آره بهتر میشه. بهتر شد اصلا. این متن رو ما خوندیم و استاد و بالاخره از مجید عذرخواهی کردیم، گفتم ببخشید استاد بالاخره من برگه افتاد رو زمین، این متن من نه تناسبی با این مجلستون داشت نه با این شعر قبلیم هم خوانی داشت. مجری هم مجری باحالی بود، گفت نه اتفاقا خیلی کار قشنگش بود، خیلی زیبا، خیلی مرتب. گفتیم یا امام رضا قربونت برم آقا، امشب آبروی ما رو شما خریدی. وای احسنت. کار تموم شد اومدیم بیرون و گوشی رو که روشن کردیم دوستان زنگ زدن. قبلا هم ما دعوت کرده بودیم آقا میخوایم امشب بخونیم فلان و بیمدان خورده آبروی پخش زنده. آره پخش زنده و خوشمون اومد دیگه، بالاخره افتخاریه اونجا. دیگه دیدم زنگا شروع شد، آقای عبدی ده میاد گرم چقدر قشنگ بود، آقای افتخار نیشابور خیلی ممنون تشکر آقا، خصوصا اون متن دومیتون چقدر جالب بود. گفتم دیگه خدا رو شکر یه خورده من دست پایین رو گرفتم ببینم چی دارن میگن، دیدم نه خدا رو شکر اصلا نفهمیدن که اتفاقی افتاده یا نه. شما میخونید گوش نمیدن. آره من چهچه دارم قشنگی کسی به متنش کاری نداره. آقا اتمسفر حرم امام رضا همه شما احتمالاً حالا انشالله حسنین عزیزم یه فرصتی بشه تو حرم امام رضا برنامه داشته باشه بخونه، اتمسفر حرم امام رضا خیلی خاصه. یعنی اون فضاست که شما رو داره میبره و اتفاقاً اون برگه‌ای که رفت باید میرفته، تقدیر اون شعره این بوده که خونده نشه اونجا و خدا. اون چیزی که شما خوندی درسته. من نسخه‌ای میکنم استاد، ببینین من برداشتم از این ماجرا اینه که یه خورده من غرور گرفت. امام رضا یک سرخطی به من نشون داد، باز خودش آبروی منو خرید. حالا اون شعر رو حفظ کردی یا نه؟ آره این دیگه باعث شد بعد از این من معمولا چیزی که آدم یادش میره دیگه بعد میره سراغش. آره چند تا شعری چند تا متن از حفظ باشیم که یه وقت جای دیگه اینجوری دعوتمون کردن این ماجرا پیش اومد بالاخره این تکرار نشه دیگه. ما راجع به مناجات خوانی تو قرآن خیلی مطلب داریم، خیلی، که مناجاتو چجوری بخونید. داریم تضرعا و خیفتا، تضرعا و خفیتا، رغب یدعوننا رغبا و رهبا. بیم و امید باید تو لحن خواندن خدا موج بزن هر دوتاش، یعنی هم امیدوارانه خونده بشه هم با حالت حراس خونده بشه. این تو صدای آقای حسن آقا اصلا ذاتی انگار تو صداشه. بله ذاتیه، کاملا ذاتی تو صداشه واقعا. منتها چون که چپ کوک صدا بله. فقط پرده های کاش پرده های پایین رو مثلا همون جوری که دارد مثلا اینجا آرزویم این بود بح بح جانم
آرزویم این بود که در جا جوارش جان دهد من که همان در جوار حضرتش جان یافتم افتخارش بود. آقا جایزه نمیدی شما به جایزه نمیدی.